من تازه فارغ التحصیل شده بودم، به جای بابام توی همون جایی که بابام کار میکرد کارگری میکردم، یعنی همون پادوی همون مغازه بودم. مهر باید میرفتم سر کلاس. سر کلاس که رفتم، تدریس منم با تماما با نقاشی بود، طراحی بود، آواز و طراحی بود. تعزیه انجام میدادیم. اصلا من کارم شده بود اصلا یک کار تئاتر و اجرای پرفورمنس توی کلاس اولیا بود. در حین حالم من دیپلمم گرفته بودم در دوره سپاه دانش. من صحبت نکردم، سپاه دانش من که چیز پاس کرده بودم، اونجا هم همین وضع داشت. یعنی من شبها می نشستم طراحی کار میکردم از پیرمردای اونجا، و بعدش دیپلمی که اونجا ناقص بود، دیپلم دانشگاه بود، در عرض 25 روز من فکر کنم که خوندم و دیپلم ادبیات گرفتم. 14-15 سال من درس دادم قبل از دانشگاه. از اون مدرسه 2 سال موندم، بعد مدرسه دیگه رفتم 1 سال موندم، بعدش ازدواج کردم. ازدواجم کردم، بازم من توی همش توی بافت نقاشیم ول نمی کردم. دیگه رنگ و روغن یک مقدار یاد گرفته بودم. یه زمانی خانمم اعتراض کرده بود که من تو یکی از اتاقها یک نفس بعد از ازدواج داشتم نقاشی کار میکردم، اصلا به زندگی کار نداشتم. یعنی کارم شده بود نقاشی، انگار مثلا معلمی یه طرف و نقاشی یه طرف. کارم انجام میدم، سری میرفتم اتاقی که اتاق خوابم بود به نوعی، اون رو خالی کرده بودم و به دیوار کار میچسبوندم و بعد کار میکردم. کارم زیاد جالب نبود، بعضیاش خوب در میامد، خودم خوشم میاد، مردم خوششون میامد. بعد یک نفر به یکی از آدمایی که خیلی چیز بود که کتاب داد که توش مدلای کارهای دوره رنسانس بود، یکی از کارهای کاراواجو بود. کپی میخواستم بکنم، گفتم عجب کاری، این کاراواجو چی کار کرده، این اصلا قلموش چی بوده، این اصلا چگونه کار میکرده، حالا این داستان کجا اتفاق افتاد. من خونم اجاره داده بودم، وضع بدهکاریم زیادتر شده بود که اوضاع خوب نمیچرخید. من رفتم مرز ایران و ترکمنستان، اونجا برای معلمی رفتم، بعد اونجا داشتم کار میکردم. از که لابلای همین کتاب ها و اصلا تکه ورق ها یک ورقی هم پیدا کرده بودم، کار شیشکین بود، نقاش روسی که مثلا توش منظره کار شده بود. انقدر نگاه کردم که آخر پیدا کردم که این چگونه کار میکرده، پلان به پلان کار میکرده. این مثل چینیایی که الان مثلا ما میبینیم این 3 پلان داشته، اونم مثلا پلان به پلان کار میکرده. و نهایتا من منظره رو خیلی خوب یاد گرفتم. اصلا منظره رو اصلا میتونستم راحت ترین فرم کار را میتونستم انجام بدم. و بعدش به این ترتیب من آروم آروم شبا طراحی و روزا نقاشی و بعد این ادامه دادم. بعد از اینکه من حدودا سابقه کاری آموزش پرورشیم 14 سال شد، از ده مرز اومدم به طرف گنبد. گفتم من دارم بیرم تهران. کتاب ها رو گرفتم و خوندم. کتاب های هنرستان بود یا کتاب های مثلا آزاد چاپ شده بود، آقا تست بود، هر چی بود تمر پیدا کردم. اونم هم تو همون شهرستان دست دو بود، هر جوری شده بود پیدا کردم. بعد شروع کردم به خوندن. من کنکور که امتحان دادم دستم خوب بود، طراحیم خوب بود، نقاشی رو بلد بودم یه ذره. ببین همه اینا پریمیتیوه، ابتدایی، ولی بلد بودم یه ذره، قلم با قلمو آشنا بود، مداد کاملا دستم، دیگه اون حرفه‌ای بودم تو مداد، خوب کار میکردم با مداد. امتحان دادم، 15 آوردم برای کنکور. 8 نفر میگرفتن دانشگاه هنر، 8 نفر میگرفتن. بعد رفتم دانشگاه آزاد امتحان دادم، چون برای اونم ثبت نام کرده بودم. دانشگاه آزاد اومدم تهران امتحان دادم و واقعا هم چیز بود، امتحانش خوب امتحان داده بودم یادمه.
دانشگاه آزاد بودن، سی آوردن، رتبه سی آورده بودن. دانشگاه هنر، دانشگاه تهران هنر قبول نشدن. اومدم دانشگاه و بعد شروع کردم، من دانشگاه آزاد اومدم اینجا. هر چه من کار کرده بودم ناگفته نموند که مثلا انقدر من گفتم استاد این چطوره، میگفت بنداز دور، آشغال پارش کن بنداز دور، این چیه کار کردی؟ ولی فول تایم وقتم رو گذاشته بودم. حالا من بگم معلم بودم، ما قبلش معلم بودم، اینجا باید معلمی باید میکردم. بعد من رفتم برای خودم توی امام حسین، توی همین کوچه خواجه نصیر یه خونه ای گرفتیم. اول همه جا رفتم به مجردا خونه، گفت بابا من متأهلم، سه تا بچه دارم، بابا من ببین من الان بعد من موقع گیر کردم. شده بود ترم مثلا سال دوم سوم دانشگاه بود، کارم که میکردم واقعا روزی 15-16 ساعت طراحی میکردم. ورق از دست من نالان بود، مداد آویزون بود از دست من. از دست بعدها دیگه چون تصاویر رو میکشتم شبیه در میآوردم به همه پخش میکردم، آمال خودتون دیگه من نمیدید. هنوزم بعضی از شاگردهای من که میان می اون تصویر دارم و طراحی از من کار کرده بودین، دقیقا اینو خودش در میآوردم، یعنی کاملا طراحی میکردم، دستم واردتر شده بود. یه فنیه این کلن که آدم میتونه زیاد تکرار بکنه یک آدم رو میتونه شبیه در بیاره، ولی کار هنری نیست این کار، و این یک فنیه. برحال یاد گرفته بودیم و کار میکردیم، روز شب نداشتیم. من آب مرکبم خیلی خوب کار میکردم. زمستونا بد نبود اتاق من، ولی تابستونا تا دلت بخواد گرم بود، درم باز میذاشتیم فرق نمیکرد. ولی بالا طبقه سوم و چهارم، طبقه پشت بوم دو تا اتاق بود، اونجا بچه های تئاتر خونه داشتن. من شبا میرفتم اون بالا میخوابیدم، آخرای شب تابستونا و زمستونا توی اتاق خود دنج خودم. اتاق سه در دونیم بود، سه چهارمش تابلو چیده شده بود، تابلوهایی که توی دانشگاه کار کرده بودم، برای خودم کار کرده بودم. به اندازه یک متر در دو متر و خورده ای توش باید آشپزی میکردم و هم میخوابیدم. مهمونم میامده بعضی وقتا، بعد اون مهمونی که میذاشتیم اوریب میذاشتم، اینا رو اوریب میذاشتم، آدم ها رو به صورت اوریب میذاشتم، چفت میخوابیدیم. خلاصه خاطراتی داشتیم. به این سرتی من دانشگاه رو تموم کردم.